عالی جنابان محترم را برانی هیئت ها خانم ها و جنابان همه شما را به تاجیکستان برای اشتراک در کنفرانس سیومی بین المللی عاید به ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 خیر مقدم میگویم. باعث قناعتمندی است که تشبث‌های گلوبالی تاجیکستان بخصوص در دایره روند آب دوشنبه در دوام دو ده ساله کشورهای اعضای سازمان ملل و نیاتهای آن ساختارهای بین المللی و منطقوی و مالیوی جامعه شهروندی و دیگر جانبهای منفعتدار را جهت محاکمه مشکلات گلوبالی آب و دریافت راههای حل و فصل آن متحد می‌سازد. ماه مارس سال 2023 جامعه جهانی شاهد برگزاری کنفرانس تاریخی سازمان ملل متحد عاید به آب با همراهی تاجیکستان و شایگری نیدرلند گردید که آن در روزنامه جهانی آب صحیفه نو را باز کرد. کنفرانس مذکور برای درک ماهیت و مهمیت آب در رشد استوار و ضرورت عملهای مؤثر و تأخیرناپذیر در این ساحه حیاتاً مهم تحولات جدی را به بار آورد. یعنی ما همه یک جا توانستیم که آب را در محور گفت و شنیدهای گلوبالی عاید به رشد قرار داده جامعه جهانی را اطراف این موضوع بقایت مهم متحد سازیم. ولی خاطر نشان باید کرد که عمل و اقدام های امروزه ما برای رسیدن به هدف های در این سم معین گردیده حالا هم کافی نیستند، زیرا خوف و تهدید های معاصر نسبتاً با سرعت و پرتاثیر گردیدن. در این پنج سال آخر ما پیوسته شاهد سال و ماه‌های گرمترین در سیاره در تمام دوره مشاهده ها گردیده ایم. طبق گزارش کارشناسان سال 2023 نیز همچون سال گرمترین ثبت شده است. احتمال قوی وجود دارد که این نهایت کار نیست و در چند سال آینده ما باز شاهد دیگر رقم‌های رکوردی خواهیم شد. قابل ذکر است که حیثه حادثه‌های فوق‌العاده مربوط به آب در شماره عمومی آفت‌های طبیعی و حجم خسارات از آنها نیز سال به سال رو به افزایش دارد. در دوام 20 سال آخر این حصه از 80 به 90 فایز رسیده، حجم ضرر به مراتب زیاد شده است. مثال واضح این گفته ها سیل و آبخیزی های سال روان در منطقه های گوناگون عالم از جمله در تاجیکستان می باشند که به اقتصاد کشور ها 100 میلیون دلار ضرر مالیوی رسانیدن. اگر چند سال پیش ما درباره 4 برابر زیاد کردن تلاش ها برای نائل گردیدن به هدف ششم رشد استوار سخن می راندیم، امروز طبق اطلاع نهاد سازمان ملل ذخیره آب ما عملهای خود را باید 6 برابر زیاد نماییم تا به این هدف برسیم. در این زمینه ما را ضرور است که در برابر اجرای عهده‌داری‌های در دوره کنفرانس آب سازمان ملل گرفته همان برای عمل و اقدام‌های نو و تاثیربخش کوشش کنیم. محض به این خاطر ما پیگیری نتیجه‌های کنفرانس نیویورک و گرفتن عهده‌داری های نو را در محور روزنامه کنفرانس دوشنبه قرار دادیم. ذکر باید کرد که استفاده روند آب دوشنبه به حیث پلتفرم
برای پیگیری نتیجه های کنفرانس آبی سازمان ملل یکی از عهده‌داری های ما در دوره روزنامه عمل در ساحه آب است و ما آمادگی خیش را برای توسعه منبعی این روند اظهار می نماییم. خانم ها و جنابان، تاجیکستان با وجود آنکه دارای ذخیره های فراوان آب تازه از جمله پیریخ ها، کل ها و دریاها است و مشکل های مربوط به آب توجه خاصه ظاهر می نماید. از این لحاظ موضوع ذخیره آب استفاده عاقلانه و استواری آنها یکی از اولویت های سیاست دولت ما معین گردیده است. پشتیبانی تشبث های تاجیکستان در سمت آب و اقلیم از جانب جامعه جهانی توسط 10 قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تجسمگری نقش فعال و کلیدی کشور ما در پیشبرد روزنامه آب و اقلیم در سطح بین المللی می باشد. در این ردیف 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار که برای صورت بخشی عملها در ساحه آب اساسی واقعی گذاشته است قابل تأکید محسوس است. فعالیت کشور ما در پیشبرد مسئله آب در روزنامه گلوبالی اقلیم نقطه دیگری مورد توجه می باشد. از کنفرانس 26 طرفهای کنوانسیون سازمان ملل آید به تغییر آب اقلیم در گلاسگو در سال 2021 و بعداً در شرم الشیخ و دبی سر کرده، تاجیکستان در همکاری با کشورها و سازمانهای بین المللی شریک برای تقویت موضوع آب در روزنامه اقلیم فعالانه تلاش می‌گیرند. باور داریم که در اینجا در سال روان در چارچوب سامیت نوبتی اقلیم در باکو به نتیجه مؤثر نائل می‌گردیم. روند آب دوشنبه همچون میدان مکالمه وسیع و آزاد جانب های گوناگون منفعت دار برای آمادگی همه جانبه به برگزاری کنفرانس آب سازمان ملل در سال 2028 در دوشنبه نقش مهم خواهد بازی. امکانیت های این پلتفرم همچنین برای آمادگی به کنفرانس آب سازمان ملل در سال 2026 می توانند استفاده شوند. دوستان ارجمند، ما برای حل مسئله آب در سطح ملی و منطقوی نیز تدبیرهای مؤثر را راه اندازی کرده ایم. از جمله برای پورا گذاشتن به اداره کنی همگرایانه ذخیره های آب، ما برنامه اصلاحات ساحه آب را برای سالهای 2016-2025 عملی کرده ساده ایم. تهیه استراتژی ملی آب برای دوره تا سال 2040 و برنامه دولتی تامین آب نوشاکی و رفع آبهای پرتاب برای دوره تا سال 2032، اینچنین تأسیس نظام یگانه اطلاعاتی ساحه آب از اقدام های مهمی کشور ما در این سمت محسوب می آمد. برنامه و استراتژی های ما در این سمت مسئله وابسته به بهبودی مدنیت و استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه آب و جاری نمودن تکنولوژی های نو آبیاری را نیز در بر می گیرد. ما تلاش های خود را برای گذشتن به اقتصاد سبز دوچند کرده ساده ایم و ذخیره‌های آب در رسیدن به این هدف نقش کلیدی دارند. زیاده از 98% نیروی برقی تاجیکستان از حساب ذخیره‌های گیدرو انرژتیکی کشور استحصال می‌شود، یعنی انرژی تجدید شونده. ما تصمیم گرفتیم که این نشان دهنده را تا سال 2032 به 100% رسانیم، یعنی تولید نیروی برق را پورا از حساب ذخیره‌های انرژتیکی سبز به راه آوردیم. تا سال 2037 با
و کشوری سبز تبدیل دادن تاجکستان نیت دیگری ما می باشد. در این زمینه در برابر استفاده پوره نیروی تجدید شونده ما برنامه کبودی‌زارکنی طبیعت کشور را تا سال 2040 قبول نمودیم که طبق آن در این دوره باید زیاده از 2 میلیارد نهال شناسانده شود. همزمان با این ما به همکاری فرامرزی در مسئله آب توجه خاصه ظاهر می نمایم. در رابطه به این بار دیگر آمادگی کشور خود را برای مین بد نیست تقویت بخشیدن همکاری منطقوی در آسیا مرکزی و توسط مکالمه سازنده حل کردن مسئله مبرم آب ابراز می نمایم. حاضرین گرامی، جهان امروزه زیر تاثیر بحران‌های شدید قرار دارد. در برابر تهدیدهای معمول با شمول تغییریابی اقلیم تا این سالهای آخر ما متاسفانه شاهد خوف و خطرهای نو می‌گردیم که توجه دوچند جامعه جهانی را از جمله به مسئله مبرم آب تقاضا می‌نماید. تأثیر منفی پیامدهای تغییریابی اقلیم به ذخیره آب در مد اول و منبعهای آبهای نوشاکی و پالیزی تأکید واضحی این گفته هاست. ما نباید فراموش کنیم که آب سرچشمه حیات است و به آن زندگی وجود ندارد. آب حیات انسان و تمام موجودات زنده طبیعت است. آب نه تنها ذخیره برای نوشیدن است، آن برای تولید نیروی برق، استحصال غذا، رشد صنعت، استواری محیط زیست و دیگر جنبه‌های حیات نقش کلیدی دارد. در نیویورک ما وابسته به نقش مهم آب در تأمین سلامتی رشد استوار تا باوری به تغییرابی اقلیم، رشد همکاری ها و اقدام های میباده در دایره 10 ساله آب برای رشد استوار 5 مکالمه اینتراکتیوی سازنده برگزار نموده. در چارچوب آنها به نتیجه های نظررس نائل گردیدیم. جهت تقویت این دستاوردها و ادامه مکالمه های سازنده ما برنامه کنفرانس دوشنبه مطابق با برنامه کنفرانس آبی سال 2023 تهیه کردیم. با این مقصد از کشورهای همرئیسی مکالمه های نیویورک دعوت نمودیم که در بررسی موضوع های دخلدار باز هم پیش صف باشند. با استفاده از فرصت با این جانب ها برای همکاری در پیشبرد مکالمه های کنفرانس دوشنبه اظهار سپاس می نمایم. همزمان با این به همه شریکانی که در برگزاری همایش ها و چهارمین های کناری کنفرانس سهمی مناسب دارند منتداری خود را بیان می نمایم. دیروز شما شاهدی فستیوال آب دوشنبه شدید. ما کوشش می نماییم که هر یک همایش آب در دوشنبه به جمع آمد ایدانه تبدیل یابد، چون که آب همچون سرچشمه حیات سزاوار احتیاط و احترام و ارزاری شایسته است. آن را باید عاقلانه و صرفه‌کارانه استفاده بریم، قدر نماییم و برای نسل های آینده حفظ کنیم. اطمینان کامل دارم که نتیجه های کنفرانس امروزه در حل مشکلات وابسته به آب و اقلیم سهمی ارزنده خود را خواهند گذاشت. امید داریم که پیام های مهم از مکالمه های اینتراکتیوی همایشا و چهارمین های کناری آن در روند تطبیق عهده‌داری های روزنامه عملی آب کنفرانس نیویورک، همچنین در قبول عهده‌داری ها و اقدامات نو نقش مهم خواهد داشت.
عموماً از نگاه ما سال 2024 میتواند سال ارزگذاری شایسته با ذخیره‌های آب گردد. کنفرانس دوشنبه، فورم آب بالی، سامیت آینده در نیویورک، هفته‌های جهانی آب در سنگاپور، قاهره، استکهلم، همچون زنجیره یگانه میتوانند در این روند سهمی مناسب گذارند. در این ضمن ما انتظار آن هستیم که موضوع آب در روزنامه دیگر چهارمین‌های جهانی، مخصوصاً کنفرانس های جانب های کنوینسی سازمان ملل آید به تغییرابی اقلیم در آذربایجان و جانب های کنوینسی آید به گناگونی بیالاگی در کلومبیا موقع باز هم قوی کسب خواهد کرد. همه این چهارمین‌ها در نوبت خود می توانند برای برگزاری موفقانه و نتیجه بخش کنفرانس های آب سازمان ملل در سالهای 2026 و 2028 و در مجموع برای تطبیق ثمرناک 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار زمینه خوب گذارد. حاضرین گرامی، می خواهم توجه شما را با دیگر مسئله روزمره، یعنی مشکلات پیری خاکی، یکی از چشمه‌های اساسی آب تازه می باشند، جلب نمایید. در برابر افزایش بی‌سابقه طلبات به آب که به زیاد شوی اهالی و رشد اقتصاد وابسته می باشد، آب شوی با سرعت پیریخا و کاهش ذخیره‌های آنها باعث نگرانی عمیق جامعه جهانی گردیده است. این روند در جمهوری تاجیکستان بر علام مشاهده می‌گردد. تا چند ده سال آخر از 13,000 پیریخ کشور ما که منبع اساسی تشکل یافتن تا 60% ذخیره‌های آبی آسیای مرکزی را تشکیل می‌دهد، 1,000 عدد آن پر آب شده است. حالا که تاجیکستان کشور صنعتی نبوده، حصه آن در حجم عمومی پرتاوهای گلخانه‌ای ناچیز است. ما به همین خاطر تشبث ما آید به اعلان کردن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پیریخا، دستگیری همه جانبه یافت و طبق قطعنامه دخلدار مجمع عمومی از سال آینده سر کرده، 21 مارس همه ساله همچون روز جهانی پیریخا جشن گرفته می شود. در رابطه به این ذکر کردن که تاجیکستان یکی از اولین ها شده جهت فعال سازی فاند بین المللی مقصدناک آید به حفظ پیریخا سهم مالیوی خود را گذاشت. ما از کشورهای شریک و سازمانهای بین المللی دعوت به عمل می آوریم که در تحکیم امکانیت‌های مالیوی فاند مذکور سهمگذار باشد. طبق قطعنامه ذکر گردیده، تاجیکستان سال آینده میزبان همایش اولین بزرگ بین المللی آید به حفظ پیریخا خواهد شد. با استفاده از فرصت مناسب همه شما را برای اشتراک سهمگذاری در آن دعوت می نمایم. می خواهم ذکر نمایم که با مقصد تقویت میمبده این مسئله مهم، ما یکجا با شریکان خود تصمیم گرفتیم که لایحه قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل را آید به اعلان 10 ساله علمهای قطب شناسی و یخ شناسی پیشبری نماییم. باور دارم که این اقدام ما از جانب کشورهای اعضای سازمان دستگیری همه جانبه خواهد یافت. در فرجام سخن به سازمان ملل متحد و نیازهای آن، تمام سازمانهای بین المللی و مالیوی، اعضای کمیته بین المللی مشورتی روند آبی دوشنبه
و همه شریکان ما برای کمک و دستگیریشان در تدارکات و برگزاری کنفرانس امروزه اظهار سپاس می نمایم. با همه شما محترم اشتراکداران کنفرانس کامیابی ها و بود و باش گوارا در پایتخت تاجیکستان شهر دوشنبه آرزو می نمایم. از توجهتان سپاسگزارم. Good morning, everyone. Mr. President, Your Excellencies, distinguished participants. It's a great pleasure to be in Tajikistan for the first time. پذیرویتون برای ما به نهایت باعث شرف است در تاجیکستان دوستان افزود در شهر زیبای دوشنبه و میخواستم اظهار خوشحالی را بیان کنم بابت اشتراک در این چورابینی خیلی بانفوذ و تشکر زیاد برای اون که با من امکانیت دادید که در این چورابینی سطحی بلند امکان سخن رانی داشته باشم و یک بار دیگر تشکر برای مهمان نوازیتون. من به نهایت دوست میدارم این گونه چورابینی ها رو که در وقتی آن ما میتوانیم به واسطه نه تنها مکالمه درست داشته باشیم بلکه بین فرهنگ، بین مدنیت، بین اقتصادیات کشورهای ما میتوانستیم رشته همکاری رو برپا نماییم و البته امروز ما بابت آن نگرانی هایی که مسائل رو بررسی خواهیم کرد که نه تنها در زندگی ما البته ما باید یک چیز رو باید همیشه در مد نظر داشته باشه که به دسترسی به آب رسیدن به یگانه از هدفهای اساسی که کشورها پیگیری میکنن غیر امکان میباشد و این ذخیره از همه مهم میباشد. The language of force and the law of the strongest have prevailed over diplomacy, dialogue and international law. Который усугубляет конфликты вместо того, чтобы способствовать диалогу и мирным решениям. Как представитель постконфликтного общества, я глубоко тронута сценами войны и разрушений, свидетелем которых мы являемся во всем мире, зная боль, страдания, а также личные и семейные трагедии, которые сопровождают каждый вооруженный конфликт. Трагический конфликт, затронувший все народы Боснии и Герцеговины, последствия которого мы все еще ощущаем спустя почти три десятилетия, обязывает нас рассматривать войны не с партийной точки зрения, а с гуманитарной и человеческой точки зрения. Это также требует от нас настойчиво подчеркивать важность мира, полностью осознавая, что лучше вести переговоры тысячу дней, чем бороться за один. Мир является фундаментальной предпосылкой развития и процветания как на глобальном, так и на уровне отдельных стран. Только мирная и стабильная обстановка позволяет нам надлежащим образом решать жизненно важные вопросы, в том числе и тот, который мы сегодня обсуждаем. В этом контексте наша первоочередная задача – привлечь внимание к тому, что жизненно важные ресурсы нашей планеты ограничены, а их ускоренное потребление представляет собой один из крупнейших вызовов современности. Особое внимание необходимо уделить воде, важному и незаменимому ресурсу, а также средству устойчивого развития в таких областях, как промышленность, сельское хозяйство и энергетика. Однако очевидно, что многие страны и люди во всем мире по-прежнему не имеют надлежащего доступа к безопасной питьевой воде и надлежащим санитарным условиям. Статистика показывает, что из более чем 8 миллиардов человек на нашей планете четверть испытывают трудности с доступом к безопасной питьевой воде, в то время как почти половина человечества не имеет надлежащих санитарных условий. Эти тревожные цифры указывают на то, что это не просто проблема отдельных стран и их правительств, а глобальная приоритетная угроза касается всех нас. Те, кто сталкивается с нехваткой и загрязнением воды, не могут позволить себе роскошь рассматривать ее использование в целях развития. Ужасно и шокирующе отметить, что по данным ЮНИСЕФ, только в 2015 году около 300 тысяч детей в возрасте до 5 лет умерли по причине плохих гигиенических условий. Поэтому нам итоуним, кшварҳои алоҳидаро монем ки оиди ин масоил дар алоҳидаги, яъне вокуниш нишон диҳем. Мо бояд муттаҳид гардем ва якҷоя роҳи ҳал ё пайдо намоем. Ва албатта
کشور من با همین تهدید و خوف ها روبرو می شود. و من باید قید کنم که 10 سال پیش در سال 2014 یعنی سیل که به اون ما بخوردیم در بوسنی اگر سگوینا و سربیا خیلی زیاد تلفات رو ما دیدیم و البته جمهوری سربسکا یکی از اون موضوع می باشد که خیلی از امون روزهای فلوکاتوار عذاب کشیدن و به واسطه همه اهالی اون شهرها رو البته زیر عذاب موند و در همون روزها ما در یاد داریم که به نهایت مقامات های دخلدار بابت واکنش شدن به همین دشواری چاره های فوری رو اندیشیده بودند، لیکن البته بابت وارکو نمودن استوار مکی چاره اندیشی و تلاش های زیاد یعنی اندیشیده شده بودند، لیکن به هر حال اون سطح خوف و آسیب پذیری ما باقی میموند. البته بابت رشد امکانات یکی از راههای استراتژیکی که ما انتخاب کردیم این استفاده بودن از ذخیره های وجود داشته و البته برای عرصه بین المللی این خیلی مهم باشد که همگان باید با طرز درست بابت رشد اقتصادی از ذخیره ها با ثمر استفاده برند، اینچنین برای نیکو احوالی شهروندانمون. برای ما البته این مهم باشد که همه لوه ها با نظر داشتی ضروریت حفظ اکولوژی خوبتر برامون داشتن و البته بابت ما باید همین شوراها را اندیشیم تا که طبیعت با یک گویم مهر و شفقت زیاده استفاده شود، نه آنه که با ما هم چیزی خدا داد پیشنهاد گردیده است. و البته در جریان های اینتگراسیونی همگرایی ما باید در سمت آب نیز ساختار آب نیز باید زیادتر برای رسیدن به آن معروضه هدف های رشد استوار تا سال 2030 چاره اندیشی نماییم. البته در سال 2020 برای دستگیری مقامات های یعنی داخل کشوری ما در بوسنیا و هرزگوینا ما یک نهاد مخصوص تشکیل نمودیم و در کشوری خود البته در این سمت ما خیلی خوب درک میکنیم ضروریت تلاش های بین المللی را و البته علی خصوص با توجه به اونهایی که از نورسوی دسترسی با امان امکانات بهداشت و سانیتاری و امان او دسترسی با آبی تازه اذیت میکشن و امیدوارم که در چارچوبه همین چورابینی ما میتوانیم یک راه های نوی حل مشکلات رو پیشنهاد نماییم با هم با موافقه رسیم برای آنکه در مرحله دراز مدت برای حفظ سیاره ما کوشش بخردیم. یک بار دیگر من بار دیگر میخواستم با کمیته تدارک تشکیلاتیون این چورابینی سطح بلند و دعوت شما اظهار سپاس بیان کنم و برای آن تلاش هایی که حکومت این کشور برای جمع‌آوری همه ما یعنی برای من دست خیلی میخواستم عرض سپاس بیان کنم. تشکر و به همگان موفقیت دارزماندم. Your Excellency Emomali Rahmon, President of the Republic of Tajikistan, Excellencies, ladies and gentlemen, برای من بایسی خورسندی به نهایت از در دوشنبه اشتراک کردن در کنفرنس بین‌المللی سطح بلند که بخش داشته است به 10 ساله عمل آب برای رشد استوار و میخواستم اظهار سپاس رو به شما شخصا محترم جناب عالی رحمان و حکومت کشور شما و خلق جمهوری تاجیکستان برای تشکیل نمودن این کنفرانس در سطح بهترین در همکاری البته با سازمان ملل متحد و البته رهبری که شما برای مونده است در این سمت خیلی مهم باشد. آب این همچون یک کاتالیزاتور می باشد برای رشد استوار که عموماً پیشرفت را در همه ساحه های زندگی ما البته فراهم می آورد.
Во конференции с онлайн материалом Суда Азербайджана, мой марти солик зашта варгузор гардит, албата дар бубати рушти уство, вамо як замене хуб гузошт, ва албата этиров нам дени арзиши бе андоза, дени яне обро бамо нишон дод, кайд нам дия бордига, ва раванди оби душанбе همچون یک رمزی وعده دهی بابت اون عددهایی که ما با خود گرفتیم روند منطقی دوام این حرکت ها می باشد. عین حال ما تقریبا 850 عهده‌داری رو در معروضه عمل آب بین کشورهای اعضا بر عهده گرفتیم و البته این بابت تحولات جدی خیلی قدم مهم باشد. رفیقان دوستان وقتی که ما به دوشنبه اکنون اومدیم انتظاری های ما خلو هم بلند باقی میمونند. به هر حال اون دشواری هایی که در نزد ما استادن البته بابت اون ما باید به طور جدی فکر کنیم. میلیارد ها نفر آدمان که نورسوگی دسترسی به آب دارند، به سانیتاری و بهداشت، این خیلی نگرانی کننده می باشد. برای زنان اینچنین این خیلی با گروه های آسیب پذیر اینچنین این خیلی یک تمایل منفی می باشد. برای رسیدن استوارنوکی و عموما صلح ما باید همیشه اون تلاش های خود را دوام دهیم برای فراهم آوردن برابری دسترسی به این ذخیره فطری، ذخیره اساسی ما. البته بابت اینتگراسیا نوآوری و روحهای حل را پیشنهاد نمودن و اینچنین بلند برداشتن افزایش سرمایه‌گذاری و همکاری همه طرفه بین طرفهای منفعت دار این چیزی اساسی می باشد. لیکن همکاران عزیز، این سخنهایی که ما میگیم همیشه باید یعنی در مقایسه با عملهایی که ما میکنیم، عملهای هدفناک که ما میکنیم باید راست آید، یعنی جوابگو به آن باشد و ما باید عمل کنیم به واسطه. و البته در اینجا همگان باید به طور اینکلوزیوی فراگیر باید جلب گردن، همه شریکان، حکومت ها، همه اشخاص، جامعه شهروندی باید جلب گردن. البته تلاش های همه جانبه ما در این دوشنبه باید بابت یعنی دوامی منطقی کنفرانس سازمان ملل سازمان ملل متحد سال 2023 برگزار گردد و البته روحی من بعدی ما رو سبکتر می‌سازد بابت تیاری دیدن و کنفرانس در پیش ایستاده در سال 2026. خانمان و جنابان، بیایید یک چیز رو فراموش نکنیم، یک چیزی وسیع‌تر رو فراموش نکنیم. اقیانوس ها و بحرهای ما این یک خونه که برای سیاره ما حرکت کردن و زندگی کردن رو یک خونه می باشد که مهم باشد برای ما. ما باید تهدیدهایی که با اون اقیانوس و دریا و بحرها روبرو می شوند هیچ وقت فراموش نکنیم. من خیلی هوسمندم که به نزدیکی در ماه سپتامبر سنه 25 در نیویورک چورابینی سطحی بلند می شود بابت بلندشوی سطحی بحرها، آب در بحر. و من از همگان دعوت میکنم، تمام کشورهای اعضا و طرفهای منفعت دار که آمدن اشتراک میکنند در روند آب دوشنبه، در از همین چورابینی به طور پرثمر استفاده برده، اینچنین بابت سامیتی که ما در آینده در ماه سپتامبر شرکت کردیم داریم، اون رو و با اون خیلی تیاری جدی بینیم. و اینچنین از فرصت استفاده برده میخواستم از نامی شاهیگری بحرین و حکومت لیبیا برای به نزدیکی تشبوسی که آنها در سطح سازمان ملل متحد پیشنهاد کردند و بابت یعنی سه جمهوری یعنی تاجیکستان، بحرین و لیبیا بابت اعلان نمودن روزی بین المللی فوتبال، این تشبوس نشان میدهد که تاجیکستان در بابت عموما عهده‌داری همکاری با کشورها خیلی خیلی زیاد تلاش می‌ارزد. و چطوری که یک استوری توجیکی هست میگن آب آب رو می‌یابد، یعنی این به واسطه ما رو به
زندگانی کردند در روحیه احترام به دیگر و در یافتن توازن موازنه وادار می‌سازد و همراه ما میتوانیم و ما باید یک آینده خوب رو برای همه سازمان دهیم در همه جای تا که همه و در همه جای دسترسی داشته باشند برای آب تازه و اینچنین همه تلاش های ما در بابت نگاه داشتن اکوسیستم خوب و اینچنین بابت یک آینده خوب رو برای نسل های آینده موندن ما باید همیشه در تلاش ورزی باشیم. تشکر زیاد. Director of Ceremonies, Your Excellency, خانمون جان و جنابان، پیش از همه جناب عالی محترم امام‌الرحمن پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اینچنین اشتراکچیانی کنفرانس ده ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 محترم اشتراکچیان، خانمان و جانبان، صبح خیر به همه شمایان. زیمبابوه این خیلی اظهار قناعتمندی و خوشنودی را بیان میکند بابت همراه شدن در اجرایش عهده‌داری هایی که روانه گردن برای رسیدن به هدف های معروضه یعنی هدف های رشد استوار و در این جاده حکومت جمهوری زیمبابوه عهده‌داری را به خود میگیرد که بابت فراهم آوردن دسترسی به واش یعنی آب سانیتاریه و بهداشت و هیگینه تلاش های مخصوص را پیگیری کند و البته در سمت رشد ارتقای ظرفیت های کاری و عنوان رسیدن به هدف های رشد استوار رقم 6 که به بخش آب بخشیده شده است ما چاره‌اندیشی نموده شدیم. جمهوری زیمبابوه برای رسیدن به همین هدف های رشد استوار رقم 6 ما به نهایت بابت دیدگاه کشور خود در رسیدن به انواع هدف های تا سال 2030 گذاشته شده از دیدگاه کشور خود یک زمره چوربینی ها رو می خواهیم عملی سازیم و به همکاری تیار هستیم و آب و سانیتاریه در استراتژی ملی رشد ما یکی از قسمت های اساسی می باشد در رابطه با انفراستراکتور دسترسی به آذوقه‌واری و دیگر سمت های اساسی یکی از 4 سمت اساسی برای ما این دسترسی به آب می باشد و البته بابت آب سانیتاریه و گیگینه در سطح بین المللی که حجت های اساسی قبول شدند در سمت هماهنگسازی و سمت های دیگری اساسی ما البته عهده‌داری خود را اجرا خواهیم کرد. ما باید یک چیز را تطبیق نماییم که یگان کس و یگان موضع باید فراموش نشود در سمت تأمین نمودن آب. اینچنین گروه کاری تشکیل شده بود که از شریکان مختلف بود است یعنی حکومت، شریکان حکومتی، اینچنین بخش خصوصی و جامعه شهروندی ما همه را دعوت نمودیم که در بابت پیشنهاد نمودن خدمات رسانی در این سمت هماهنگسازی خوب برامانده شود. محترم خانمان و جانبان، من میخواستم قید کنم که در سمت واش یعنی آب سانیتاریه و گیگینه در زیمبابوه دستاوردهای مشخص یعنی با وجود آمدن ما با دستاوردهای مشخص رسیده ایم و البته در سال 2023 کمیته بابت ارزیابی نیکو احوالی اهالی ما تأسیس نمودیم و در بخش آب تأمین کنی هدف ما چی بود؟ یعنی رسیدن به 84% ما رسیدیم. دستاورد این است که در بخش آب تأمین کنی به 84% رسیدیم در مناطق یعنی دهات و اینچنین دستاوردهای مشخص رو در سمت بهداشت، قاعده بهداشت و دسترسی به سانیتاریه ما تامین نمودیم. البته حکومت ما تلاش خود رو در این جاده دوام داده ایستاده است تا که بابت استراتژی پست کنی و برقرار نمودن استواری برای علل خصوص اهالی دهات ما چوراندیشی
نامده شده بابتی رسیدن به هدف های رشد استوار رقم 6 بابتی دسترسی به آب توزه و سنتریا ما دعوت نمودیم از تمام کشورها و طرف های منفعت دار تا که زیادتر توجه کنند به اجرای عهده‌داری های در نزد خود قبول کرده اشون خانمان و جنابان نه تنها این تشبث خو باید بابتی اون مستخدمان بلکه ما باید بابتی به واسطه تلاش های عملی سخن چوراندیشی عملی باید سخن رانیم و زیمبابوه در این کشور زیمبابوه در این جوده به واسطه این مسائل رو خیلی بطر جدی بررسی میکند و اینچنین ما دعوت میکنیم از دیگر کشورها تا که با ما شریکی داشته باشند در سمت رشد اریگاسیا و بنیاد نیروگاه‌های برقی آبی و من می‌خواستم بار دیگر گویم که ما بابت رسیدن به هدف‌های رشد استوار علاوه خصوص رقم هدف رشد استوار هدف رقم 6 ما البته عهده‌داری خود را اجرا خواهیم نبود و تا آنکه همگان در سطح گلوبالی با آب تازه دسترسی داشته باشند محترم جناب عالی امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اشتراک کنندگان محترم خانمان و جنابان اجازت دید از نام پریزیدنت انگولا سلام پیام خودم من رو برسانیم резкие климатические изменения и уязвимости. Они представляют собой угрозу для экосистемы и влияют на жизнь тысяч семей, вызывая появление вредителей, нехватку воды и продуктов питания, миграционные проблемы и конфликты. Таким образом, возникает ситуация кризиса загрязнения с явными последствиями для здоровья и социально-экономического развития, которые, безусловно, ослабляют основы фундаментальных прав. Все вышеупомянутое представляет собой серьезные последствия для здоровья, достоинства человека, экологического и экономического статуса общества и призывает нас действовать, объединять усилия и расширять сотрудничество и координацию для ускорения прогресса. Всегда принимая во внимание, что социально-экономическое развитие во многих странах мира обусловлено ограниченным доступом к водным ресурсам и санитарно-эпидемиологическим услугам. Ваше превосходительство, дамы и господа, мы должны определить реальные причины, которые препятствуют достижению цели ЦУР-6, а также осуществлению действий, содержащихся в повестке дня на период до 2030 года, а также действий десятилетия войны. Мы должны установить эффективные механизмы, которые позволяют нам ответственно управлять водными ресурсами, что является фундаментальным шагом в достижении устойчивости. В связи с этим Ангола приняла национальный план водных ресурсов для поддержки национальной реализации ЦУР-6, который ставит перед нами большие задачи, поскольку устанавливает некоторые основополагающие направления, среди которых мы выделяем комплексное планирование водных ресурсов страны, создание национальной программы по инвестированию в инфраструктуры, поддерживающие развитие водного кластера, укрепление и модернизация институциональной базы, усиление законодательства, установление государственно-частного партнерства при поддержке развития технологий и инноваций. Ваше превосходительство, Ангола считает крайне важным участие местных сообществ в управлении водными ресурсами и санитарией. Поэтому реализует национальную стратегию по тотальной санитарии под руководством ангольского сообщества и школы на период 2019-2030 год при поддержке ЮНИСЕФ. Также уже реализуются долгосрочные программы, направленные на улучшение управления водными ресурсами и их усиление водной и энергетической безопасности. С другой стороны, существуют программы и проекты, ориентированные на улучшение и расширение сетей водоснабжения населения,
то время как в рамках ЦУР 6 реализуется политика экологической устойчивости, которая дает приоритет решению вопросов климатического характера, выделяя программы по охране окружающей среды и предотвращению рисков. Ваше превосходительство, правительство Анголы прилагает значительные усилия по восстановлению, модернизации и строительству новой инфраструктуры водоснабжения, сбора и очистки источных вод. Помимо этого, мы содействуем более широкому мониторингу речных бассейнов и восстановлению плотин гидроэлектростанций. Ангола страдает от сильной циклической засухи на юге. Чтобы решить эту проблему, исполнительная власть утвердила программу по борьбе с последствиями засухи на юге Анголы, целью которой является улучшение возможностей водоснабжения. Как следствие, в Кунене была построена система перекачки воды Кафу, основными задачами которой являются создание запаса воды, достаточной для удовлетворения потребностей в водоснабжении 225 тысяч жителей, для поения скота и орошения примерно 5 тысяч гектаров сельскохозяйственных земель, обеспечивая большую устойчивость населения. Ваше превосходительство, в различных регионах страны также осуществляются другие действия, связанные с улучшением доступа к питьевой воде и базовым санитарно-эпидемиологическим услугам, что позволило достичь обнадеживающих показателей в 58% на 2023 год в сфере снабжения пресной водой. Благодаря инвестициям в данную область ожидается увеличение этих показателей до 70% к 2027 году, а уровень базовых санитарно-эпидемиологических услуг возрастет с нынешних 58%. Ваше превосходительство, Ангола считает сотрудничество многосторонний подход основополагающим, способствующий реализации различных проектов и программ. В стране есть сети 47 основных речных бассейнов, 5 из них являются трансграничными и являются основой 5 международных бассейновых комиссий, питаемых в основном за счет водонапорной башни, которая находится в Южной Африке, провинция Бия. Наша страна также разрабатывает диверсификационную энергетическую программу, которая сегодня поощряет энергетический переход на чистую и возобновляемую энергию с целью развития отдельных местностей. Делать это нужно с низким уровнем выбросов. В провинции Северная Кванза ведется строительство плотины Какула-Кабаса, которая нарастит производственные мощности по производству энергии и станет доступнее для населения. Мы продолжаем обращаться к Global Finance с просьбой поддержать эту программу в развивающихся странах таким образом, чтобы обеспечить большую устойчивость и адаптацию населения к климатическим изменениям. Мы продолжаем обращаться, чтобы финансировать трансформацию продовольственных систем и улучшение системы пользования водными ресурсами, чтобы вода была доступна каждому и никто не остался за бортом. Ваше превосходительство, в заключение я хотел подчеркнуть, что не существует универсальных решений различных проблем, с которыми сталкиваются международные сообщества в контексте пользования водными ресурсами. Однако содействие сотрудничеству, которое благоприятствует диалогу, консультациям и миру, должно быть обязательством всех нас перед лицом сложных проблем нашего настоящего и будущего. Всего наилучшего. Благодарю. Президент Джумхури Тоджикистан, мухтарам, иштирок кунандагон, хайятхо,
و البته من از نام خودم و از نام کشور خودم ایثار تشکر میکنم از حکومت جمهوری تاجیکستان به خاطر فراهم آوردن شرایط برای هیئت کشور خودم در این شهر زیبای دوشنبه. همچنین ما ایثار تشکر میکنیم از برگزاری کردن چنین کنفرانس از سازمان ملل متحد. ایثار تشکر میکنم از بخش اقتصادی و به خاطر یعنی واقعا گذراندن انامین چوربینی و جناب عالی این کنفرانس سیومین سطح بالا به ما یک بار دیگر یک امکان خوب فراهم می‌آورد که ما ملاحظه های خود را وابسته به دستاوردهای خودمون کرده باشیم و البته ما عهده‌داری ها را داشتیم و گرفته بودیم وابسته به عمل کردن در طول اون 4 سالی که یعنی مونده است که تا سال 2028. البته من گفتنی هستم که به ما یک امکانیت خوب فراهم می‌آورد که این برگزاری چنین کنفرانس که ما یک اندیشه ها رو مبادله کنیم و البته اون اندیشه هایی که در دل ما هست اونها رو برآورده کنیم، اون خواسته های خود رو برآورده کنیم و البته وابسته به اداره کنی ذخیره های آب اون ملاحظه ها رو گوییم. جنابون و خانمون، این کنفرانسی که میگذارد اون در چارچوبی اون 10 ساله اوپ برای سالهای 2018-2028 میگذارد. البته من گفتنی هستم که این 10 ساله و این کنفرانس به ما امکانیت خوب میدهد که ما اون چالش ها رو مورد بررسی قرار گذاریم، اون دستاورها رو مورد بررسی گذاریم و همچنین اون یعنی اون مسئله که وابسته به هدف های رشد استوار، وابسته به آب، وابسته به بهداشت داشت مورد بررسی قرار گذاشته، باز چاره های دخل را در آینده بیاندیشیم و البته این یک انگیزه می باشد برای ما به خاطر بلند برداشتن سطح آمادگی و همچنان به خاطر پست کردن نابرابری و همچنان کم بزاعتی و البته یعنی نشان دادن واکنش به مسئله های تغییر اقلیم و مسئله های یعنی دیگرادیسی زمین. و البته این ما در این فورم قرار داریم به خاطر مبادله اون بهترین عمل و یعنی تجربه های پیش قدم با مسائلی که یک خاراکتر کمپلکسی یعنی که مشکل دارند در جهان. جنابون و خانمون، البته با نظر داشت اون چاره هایی که ما تا امروز روی دست گرفتیم به خاطر تطبیق اون عهده‌داری ها در چارچوب اون 10 ساله اوپ، زامبیا نیز با چالش های آبی آشامیدنی نیز دارد و البته در این راستا کشور من به خاطر یعنی کوشش های ملی منطقوی و جهانی زامبیا یک سهم خود را میگذارد و البته زامبیا نیز دارای یعنی بطلاق و دریاها و اون یعنی آبهای آشامیدنی نیز دارد. اما من گفتنی هستم که ما باید امروز یک استراتژی را تهیه کرده باشیم به خاطر حفظ اون آبهای ذخیره های اکوسیستم های آبی آشامیدنی کرده باشیم و البته خانمون و جنابون به خاطر پیشبرد همکاری ها وابسته به حوزه های دریایی و همچنان یعنی اون آب های آشامیدنی ما این مسئله رو باید پیش بریم و البته ما همچون دولت ما یعنی در این روند اشتراک میکنه تحت سازمان ملل متحد. البته من گفتنی هستم که زامبیا تا این وقت چند تا از برنامه و لایحه ها رو تطبیق کرد وابسته به تامین آب، این هم باشد بهداشت و سانیتاری و همچنان ما یک برنامه سرمایه‌گذاری آب رو تأسیس دادیم وابسته به اقتصاد یعنی سبز. جنابون و خانمون، من گفتنی هستم که یعنی اون ارزیابی های نتیجه های پیشکی ارزیابی ها نشان می دهد که یعنی آب در ما وجود دارد، اما وابسته به سرمایه‌گذاری و پیشرهی یعنی ما کشور ما نیاز دارد به سرمایه‌گذاری به ذخیره های انسانی
Японии, и همچنان он по مسائل техники в Замбии, مسائل بهداشت و مسائل آب رو خیلی جدی میگیرد و البته کوشش میکند که واقعا سطح یعنی آگاهی مردم رو بالا بردارد وابسته به مسائل آب و ما در همه یعنی در همه سطح مسائل آب رو یعنی بلند سخن میکنیم درباره این چیز به خاطر یعنی صلح و همچنان وحدت و آرامی و البته زامبیا نیز مقصد دارد که اون ذخیره های آبی و همچنان باتلاق و آب و آب های زیر زمینی و آب هایی که بالای زمین یعنی فراهم هستند یعنی آنها را تحت حفاظت خود قرار دهد که این اکوسیستم برای همگان دسترس باشد و البته با نظر داشت عهده‌داری هایش زامبیا یک عزم دارد که تا سال 2030 برخی از برنامه را مورد تطبیق قرار دهد و البته من گفتنی هستم که توسط این بودجه ملی یعنی زیاده از 100 میلیون یعنی تامین کرده می شود و البته در این راستا ما می خواهیم که از طریق مکانیزم دو جانبه و بسیار جانبه همکاری خیلی عمیق داشته باشیم و همچنان با بخش خصوصی و همچنان با دیگر شریکان رشد خانمون و جنابان در آخر من گفتنی هستم که زامبیا یعنی پره عهده‌داری را احساس می کند وابسته به مسئله های هدف های رشد استوار و همچنان وابسته به گذاشتن سهم خود در مسئله 10 ساله آب و البته توسط اون اراده سیاسی و تامین امنیت آب و البته بهداشت استوار ما می توانیم به یک نتیجه های نظررس برسیم. تشکر می کنم از دقتتون. Your Excellency. جناب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان خانمان و جانبان و هیئت های محترم البته من شروع میکنم برآمد خود را از اظهار تشکر از حکومت جمهوری تاجیکستان برای گذراندن این کنفرانس و یعنی پوره و عهده‌دار بودن به مسئله های آب در سطح ملی منطقوی و بین المللی یونسکا افتخار دارد که با تاجیکستان همکاری داشته باشد که من گفتنی هستم که به نزدیکی ما یعنی 30 سالگی زیاده 30 سالگی همکاری های مشترک را جشن گرفت بودیم. من گفتنی هستم که مثلا میخوام بگویم در باره اون موضوع یعنی سرازم یعنی اون شش مقام و همچنان اون میراث ملی کوههای پامیر یعنی و همچنان گفتنی هستم که در این منطقه در جمهوری تاجیکستان این میراث ملی تاجیکستان با آب یک پیوستگی دارد و البته ما این را پیدا میکنیم ما در سرزم این را پیدا کرده میتوانیم که مثلا ان همون کانال های ایریگاسیونی الکای از چند عصر پیش ساخته شده بودند و در این یعنی منطقه کوهستان ما و شما در صف پیش هستیم به خاطر نگاه داشتن آب برای نسل ها آینده و البته در اکوسیستم ها و البته من میتونم گفته در باره тигровая балка, яни он захирахои, яни об гуфта гузарам, вобаста яни ба него доштани захирахои оби. Ва хамчинон тавассути он яни захирахои оби ки ташакул меёбанд аз он пирияхо. Ман гуфтани ястам ки алакай дар соли 2025 як соли байналмилали таджир карда мешават вобаста ба соли пирияхо. Ва албата то сахми Тоҷикистон хеле муҳим аст. Ва албата ман гуфтани ястам ки имрӯзҳо این خیلی مهم ارزیابی کرده می شود. نداشتی آب بحرانی در سمت آب در عموم و البته نصف عالی دنیا البته از نرسای آب دشواری میکشند و اینچنین به واسطه اون سیل و دیگر آفات طبیعی که برای کشورهای ما تهدید آور میباشد ما را نگران میگرداند
و در یونسکو کشورهای اعضای که ما داریم پیش از همه ما در بابتی گذراندن تحلیل های علمی به آنها کمک پیشنهاد می‌کنیم و در زیاده از 50 سال اخیر که ما این کمک خود را به آن دایره های علمی پیشنهاد میکنیم و شبکه گلوبالی داریم که در آنجا مرکز های تحقیقاتی آب و هوا و غیره وجود دارند و این تجربه به ما امکان می‌دهد که با تمام کشورهای دنیا اکثریت کشورهای دنیا کمک خود را پیشنهاد نماییم. اینچنین در این منطقه البته در استفاده برای مشترک آب با کشورهای ازبکستان و قزاقستان و البته ما تشبوسی اعلان نمودنی ده ساله گذاراندنی علمی قطب شناسی و پیریخ ها اعلان خواهد گردید از آن دستگیری میکنیم پذیرایی مینماییم و البته چیزی که ما در امریکای لاتینی گذارانده بودیم در کوههای پامیر ما بابت ارزیابی 476 پیریخ را که آبشوی آنها حجت گذاری شده است بابت ارزیابی و بهادهی آنها به واسطه چرا اندیشی می نماییم و اینچنین در آن کوههای پامیر و تنشان که آبشوی پیریخ ها در دریاهای امودریا و سردریا که آبشان به امی رسد و به بحر عرب در اینجا بابت دیگر عملها با مانند به واسطه تشکیل نمودن سیستم آگاه نمایی بر محل و دویم مقصد این به واسطه بیان برشتن آگاهی مردم احالی اینچنین کمپانی اطلاعاتی رو میگذارونیم با بابت معاین نمودن آسیب پذیری احالی که در مناطقی که در نزد آب باشن میگذارونیم و آخران ولی اینچنین مهم با بابت صلاحیت ما در سمت آموزش ما بابت به واسطه گذراندن کورس های آموزشی در سمت تغییریابی اقلیم در مکاتب میگذارانیم و در آخر در خلاصه براری من میخواهم که به حکومت جمهوری تاجیکستان اظهار منتداری بیان نمایم برای آنکه جامعه شهروندی را فعال گردانده استاده است در این وسایل خیلی مهم در تمام عرصه بین المللی تلاش میورزد و البته ما باید روحهایی را ببینیم که بابت چرا اندیشی زیادتر و نگاهی یعنی تفکر علمی اینچون برپا نمودن همکاری باز هم وسعت یافته باید در همبستگی فعال باشیم. تشکر زیاد. تشکر زیاد. محترم جناب عالی، محترم امامالی رحمان، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، خانمان و جنوبان، اشتراکچیان محترم، برای من خیلی باعث شرف است که در این چهارابینی سطحی بلند یعنی چهارابینی کنفرانس بین‌المللی که بخش داشته است بابت ده ساله عمل آب برای رشد استوار سال 2018-2028 همچون وظیفه که من دارم یعنی پرزیدنت این شورا می باشم در چارچوبه فعالیتم در سازمان ملل متحد می خواستم اظهار سپاس را به حکومت جمهوری تاجیکستان برای به واسطه تشبث‌هایشان بیان نمایم و برای آنکه در دوشنبه این چورابینی سطحی بلند را قبول کرده استودند و التماس اینچنین قبول نماید منتداری من را بابت سطحی والای مهمان نوازی که من آن را بیان نمایم به حکومت جمهوری تاجیکستان و خلق جمهوری تاجیکستان. البته ما میدونیم که بابت افضلیت ها در تمام سمت ها علاقه هستند به هدف های رشد استوار، سانیتاری، تندرستی و کشاورزی. البته در همه سمت های اساسی ما باید همیشه تلاش کنیم بابت در روحیه هماهنگسازی بابت پیشگیری تهدید ها همیشه در همبستگی فعال نماییم و البته برای رسیدن به هدف رشد استوار رقم 6 آن ما را وادار می‌سازد که ما باید شوراهای فوری
همکاری رو اندیشیم تا که برای همگان دسترسی و حقوق‌های فطری هر یک شخص بابت داشتن دسترسی به سرچشمه‌های امنی آبی تازه و سانیتاری داشته باشند. و اینچنین ما باز بابت عهده‌داری هایی که به خود گرفته‌ایم اون از تنها رسیدن به هدف های رشد استوار رقم 6 وسیع‌تر می باشد، یعنی فرض کردیم هدف رشد استوار رقم 2 اینچنین بابت فعالیت ها در سمت کشاورزی بابت بلند برداشتن استحصالات کشاورزی برای تامین امنیت غذایی و هدف رشد استوار رقم 3 بابت سلامتی و نیکوآبادی. در اینجا دسترسی به سانیتاری و گیگینا خیلی و خیلی مهم می باشد. هدف رشد استوار رقم 11 بابت اداره کنی استوار ذخیره آبی بابت تامین نمودن حالت خوب برای اهالی که در شهرها زندگی میکنند. هدف رشد استوار رقم 15 بابت عمل در سمت اقلیم. در اینجا البته باز هم این نشان میدهد اون رو که آب برای همه هدف ها یعنی یک عنصر مهم میباشد. ما باید اعتراف نمایم که نقش زنان، جوانان و دیگر طرف های منفعت دار باید در بابت تامین نمودن دسترسی به آب در آینده خیلی مهم باشد. این نه تنها بابت ترتیب دادن خریطه راه میباشد، این چنین بابت عهده داری های ما باید اداره کنی استواری از ذخیره های آبی می باشد. و در اینجا البته ما باید از امکاناتی تأسیس نمودنی یعنی شرایطی اینکلوزیوی فراگیری که همگان باید در این جریانی که ما می خواهیم با تغییراتی یعنی کلی رسیم برای بهتر نمودن حالات اشتراک اونها رو تامین نمویم. و البته هدف اساسی این استوارنوکی رو تامین نمودن و نیکو احوالی احوالی می باشد. من میخواستم بابت سهمگذاری که در این سمت یعنی در بابت اداره کنی همگیرانه ذخیره آبی تلاش میورزن گفته گذارم. و البته در این سمت البته همه اون اهالی که در عموما در این سمت همه این جانب هایی که در این سمت در اولادگی اشتراک میکنن مهم است که ما باید همه اونها رو یعنی آواز هایشون اونها رو شنویم در قبول نمیدنی قرار و این چونین عربت احترام گذاری نمویم به حقوق های اونها و تشبس هایی که پیشنون میگردن. و این چونین ما باید همکاری و شریکی رو و وسعت دادن این گونه همکاری رو بابت تامین نمودن دسترسی استوار با آب باید ما تامین نمویم. خانمان و جنوبان اشتراک فعال شما رو بابت حفظ آب همچون ذخیره اساسی ما بینم ما باید فعال باشیم. و البته هدف یکم یعنی نیست نمودن گرسنگی رقم 16 فرض کنیم بابت سول امنیت و اینستیتوت های قوی همه همین هدف هایی که نمبر نمودیم آنها به ویبوشته وابستگی دارن در 10 ساله می آمد از دسترسی داشتن و ادراکی درست ذخیره های آبی. و البته بابت وسعت دادن شریکی اینچنین جلب طرف های منفعت دار بلند برداشتن مبلغ زوری در این ساحه جلب دایره های علمی و وارد نمودن نوآوری یعنی اینوواسیا در سطح محل اینچنین ما باید چارندشی نماییم. و البته ما باید تلاش های خود رو در سمت رسیدن به هدف های رشدی تمام هدف های رشدی استوار باید تیزونیم چون که وقت کم مونده است و تا ماه سپتامبر که سامیتی که در پیش ما ایستاده است ما باید اینچنین قدم های استوار مونیم تا که با تغییرات هایی که روبرو می شویم تیار باشیم. و البته یک چیز رو باید در مد نظر داشته باشیم که یعنی نسل های حاضره و آینده وابستگی زیاد دارن از اون قرارهایی که عین حال قبول می شوند در بخشی یعنی مسائل رشد که با آب وابسته شده است روانه شده است. می خواستم اظهار سپاس رو با حکومت جمهوری تاجیکستان با پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای جمع آوری جامعه جهانی در دوشنبه اظهار سپاس رو بیان نمایم و امیدوارم که خیلی مذاکرات خوب خواهیم داشت و مکالمه خوب خواهیم داشت. تشکر.
Monsieur le Président de la République du Tadjikistan, Mesdames et Messieurs, Дамы и господа, I would like to я хочу принести свои извинения, поскольку я буду выступать на французском языке. Qui traite d'un sujet particulièrement important parce qu'il concerne l'humanité. L'eau est l'un des biens qui ne fait pas de distinction entre les êtres humains. Tous humains, nous respirons et nous buvons de l'eau. Et chaque fois que la question de l'eau est en discussion, nous nous sentons globalement, mais aussi individuellement concernés. C'est en raison de l'importance de cette question que j'ai fait le déplacement de ce jour. Et je voudrais féliciter le Tadjikistan d'être au milieu de cette décennie 2018-2028 en train d'animer le thème de l'eau en tant que bien concernant l'ensemble de l'humanité. Merci de nous avoir associés. Je ferai mon intervention tout à l'heure dans la séance plénière. Je vous remercie. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Waja'alna min al-ma'i kulla shay'in hayya. Our God was telling us, Khamuna janabun. It is indeed an honor. Барему боюсь, шараф аст, уж мухамбрукдан, дар ин конференции байналисати баланд. Гурухи бонки исломи рушд, албатта, арзи спас мекна, хукумати джумурии Таджикистан барои ташкил намудани ин чорабине, ки хар ду сол иштирок мешавад, дар чорчубаи даҳсолаи байналмилали об барои рушд устувор, дар ҳамкорӣ бо созмони милали муттаҳид, ки аз соли 2018 ин ҷониб خیلی پاهم باشد کمیت کشور با بابت به واسه ذخیره های آبی و واسه نمودن همکاری بین المللی اینچنین بکنش دادن به آن دشواری هایی که در سطح گلوبالی ما روبرو می شویم بابت امنیت و امنیت آب و تغییر اقلیم اینچنین این یک وقت می باشد که از دویم کنفرانسی که سال 2022 در دوشنبه برگزار گردید بود و معروضه سازمان ملل متحد که پارسال سال 2023 در نیویورک برگزار گردیده بود عملهای استراتژی و شریکی برپو گردید در بابت پیگیری انی مسائلی که به آب منصوب است. خانم و جنابان، بابت اداره کنی هم گرایانه ذخیره آبی یکی از سمت های اساسی می باشد برای سیاست بانک ما که از ماه سپتامبر سال 2020 این جانب ما توجه زیاد روانه کردیم، در کشاورزی فرض کردیم یکی از ساختارهای اساسی استعمال آب. ما البته در اینجا بابت ذخیره کنونی آب‌ها و بهتر نمودن درآمد از فعالیت کشاورزی در اینجا عمیقا در تاجیکستان نیز ما در این سمت به واسطه در وادی دنگره در مناطق دنگره البته یک چند برنامه را با سهم گذاری 36.7 میلیون دلار تطبیق نموده شدیم و بابت مدرنیزاسیای سیستم اریگاسیونی در این منطقه و البته به واسطه جاری نمودن آبیاری قطرگی و از اول فعالیتش بانک اسلامی رشد بابت رشد دهخود و کشاورزی 124 میلیون دلار روانه کرده است بابت آب تامین کنی و سانیتاریا در مناطق
شهر دهود البته ما یک چند برنامه رو پیاده نموده استودیم و بابت اداره کنی آب و همکاری منطقوی و انتگراسیه اینچنین ما کمک خود رو پیشنهاد می نماییم برای مثال موی اپریل سال گذشته ما 150 میلیون دلار مبلغ گذاری رو برای NBO روغون پیشنهاد تصدیق نمودیم و حجت رو دیروز تصدیق نمودیم امضا نمودیم و این لایحه این تشبثی خیلی مهم باشد بابت نه تنها به واسطه برای بلند برداشتن اقتدار انرژتیک تاجیکستان بلکه برای قانع گرداندن احتیاجات تمام منطقه آسیا مرکزی و وقتی که NBO روغون به واسطه فعالیت پوره خود را آغاز میکند با اقتدار پوره خود میتواند صادرات انرژتیک را به کشورهای همسایه زیادتر برهماند که برای اقتصادیات کشور خیلی مهم باشد و البته بانک اسلامی رشد با بانک جهانی با بانک سرمایه گذاری اروپا و دیگر شریکان مالیوی در مبلغ گذاری این ساختمان همراه همکاری میکنیم و مبلغ‌گذاری میکنیم که این یکی از نمونه‌های برجسته شریکی میباشد و جناب عالی نوسته از آن دستاوردهایی که در چارچوبه رسیدن به هدف‌های رشد استوار رقم 6 صورت گرفته شدند و البته آن فرم‌هایی که در بالی اندونزی دو هفته پیش شده گذاشتند در این جانب حالا نیز ما باید چاره‌های مشخص را اندیشیم و 25 میلیون بخشش شد 258 میلیون اهالی تا حاضر از خدمت رسانی خیلی عادی آب تامین کنی در منطقه سبزخر استفاده میبرند و برای این کشورها البته سرمایه گذاری زیادتر بابت بهتر نمودن دسترسی به آب نوشابه که برای اهالیشان توسط استفاده بری از انامون سرچشمه‌های آبرسانی قبوری متمرکز گویم خیلی لازم باشد البته اینچنین با دیگر ذخیره و مانند جمع‌آوری آب باران و غیره و تنها 35% اهالی در آنجا از خدمات‌های سانیتاری که به طور باید شاید برآمده شدن استفاده بری میکنند و البته در این زمینه بانک اسلامی رشد به واسطه تکیه میکند به دستگیری تمام کشوران اعضایش تا که تلاش های خود را دوام دهد در بابت مبلغ گذاری لایحه ها در سکتور آبی و البته دستاورد هایی که در 10 ساله آب برای رشد استوار ما به آن میرسیم با ما امکان پذیر میگردد تنها توسط درست استفاده ذخیره های آبی و عموما همکاری گلوبالی و بین المللی ما باید عهده‌داری های خود را فراموش نکنیم بابت پرینسیپ های عمل 10 ساله و برای رشد استوار و ما باید حرکت کنیم که تمام شخصان نوبسته از جایگیر شوی هاشون از کدام منطقه که می باشند باید دسترسی به آبی به خطر و تازه داشته باشند تشکر زیاد محترم جناب عالی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان چراغچیان چهارمین روزه خانم و جنابان برای من باعث شرف است که سیوم کنفرانس بین المللی سطح بلند که بخشش است به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 اینچنین میخواستم عرض سپاس را به محترم جناب عالی امام رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان و خلق تاجیکستان بیان کنم برای مهمان نوازی سطح عالیشان و پذیرایی گرمشان که با تمام یعنی حیات ها پیشنهاد دادند و البته ما می‌دانیم که در سطح بین‌المللی البته جامعه ما جامعه جهانی در بابت اون تهدیدهای نو با دشواری زیاد روبرو شده است از جمله در بابت بلندشوی حرارت هوا که خیلی تهدیدآور میباشد که با یک و از ده 5% رسیده است و این به واسطه به
یعنی تغییرات اقلیم با عاقبت های فلوکادوار وارد شده است آبشوی شدید پیریاخ و 2.4 میلیون آدم در دنیا در مناطق زندگی میکنند 2.4 میلیارد انسان در مناطق زندگی میکنند که از آب تنقسی میکشند و البته ما باید اداره کنی آب رو با حقیقت حاضره ما باید در با حقیقت حاضره ما باید به واسطه اون رو با نظر داشته اون عمل کنیم و البته کنفرانسی که در نیویورک سال 2023 برگزار گردیده بود در اینجا معروضه اون یعنی عمل برای آب از نتایج بررسی مسائل اساسی در سمت آب پس از آنمون چورابینی یعنی بعد از اومد و البته این سال در دوشنبه کنفرانسی که ما برگزار نموده استودیم این به وسط بابت تطبیق نمودن معروضه عمل برای آب می باشد و یک پلتفرم خیلی مهم می باشد که بابت تبادل تجربه و پیشنهاد نمودن راه های حل مشکلات اینچنین پرزور نمودن همکاری یک پلتفرم خیلی مهم می باشد و البته می خواهم از همه شما دعوت کنم که در این جدا همه فعال باشیم و پیشنهادات مشخصی خود رو بویسته در این جدا پیشنهاد نمایم و پارسال در نیویورک کشورهای اعضا مذاکرات را بابت رزولوشن من بعد رزولوشن برای بابت کنفرانس آب سال 2026 بهش قید کرده گذاشتن مذاکرات در آنجا آغاز شد و کنفرانس دوشنبه البته همان عهدهداری های ما را باز هم در این سمت به واسطه مهمیت آن را قید میکند و دایرکتور جنرالی سازمان ملل متحد موشی جنرالی سازمان ملل متحد جناب آنتونیو گوتریش در این سمت به واسطه در مشاوره با کشورهای اعضا بابت استراتژی عمل برای آب گفته گذاشتند و این به واسطه بابت احتیاجات کشورهای رو به رشد در بابت احتیاجات به آب در اینجا سخن می رود و اینچنین بابت ترتیب دادن نقشه کار اینچنین سیستم اون در سطح هر یک دولت اینچنین در این سمت باید فعال باشد و فعال میگردند و من از همه دعوت میکنم که بابت درست اداره کردن ذخیره های آبی همیشه راه های حل بهترین رو پیشنهاد نمایم و با کار امروزمان موفقیت خواهانم محترم جناب عالی محترم پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جناب مولوی رحمان خانمان و جنابان اشتراکچیان محترم پیش از همه میخواستم عرض سپاس را بیان کنم به حکومت جمهوری تاجیکستان برای به واسطه سهم گذاریشان بابت افضلیت گذاری در مسائل آب در سطح بین المللی و برای تشکیل نمودن این شورابینی مهم آب در زندگانی ما مردم انسان ها خیلی نقش مهم می بازد و این عنصری از همه مهم می باشد بابت احتیاجات اصلی اساسی انسان که برای تمام یعنی مرحله های حیاتی ما مهم باشد به هر حال بلند افزودنی احتیاجات به آب و ما یک زمره یعنی دشواری ها رو نشان میدهد که با آن ما روبرو شده استودیم و البته بابت به واسطه احتیاجات هایی که ما روبرو می شویم تمام مردم باید در به واسطه چاره اندیشی در این سمت باید فراگیر باشد همه باید در این جریان اشتراک کنند و البته ما بابت تشبث آب برای رشد استوار همین رو گفتنی هستیم که این یک چیز رو باید همه گون خیلی باید درست درک کنند دسترسی با آبی توزه این حقوق فطری انسان می باشد یعنی از سبب اون که اون با زنده موندن مردم خیلی خیلی از اون وابسته می باشد و آب یک عنصری اساسی بود برای همگان از اول یعنی در اینجا از نقطه نظری اینچنین دینی نیز آب همیشه مهمیت اون قید گردید
فرده بود او البته فاکتور یو که عامل رشد می باشد و نارسویی یا که نادرست استفاده بردن ذخیره آب می تواند سد راه رشد انسانی گردد و البته آب اینچنین برای انسان ها تهدید احتمالی رو اینچنین ایجاد می نماید از سبب فرض کنیم حالت های یا که فعالیت های گوناگون طبیعی باید ما خط کنیم که در بابت خوف تغییرات اقلیم که در تمام جریان عملکنی سیستم های غذایی یعنی سیستم غذا تاثیر خود را میرساند میتواند اینچنین از سبب تغییرات اقلیم ضرر بیند البته بابت افلاس شوی که افزوده استفاده است افلاس شوی هوا و آب این میتواند از سبب نادرست استفاده بری به اهالی آسیب پذیر ضرر زیادتر میرساند و البته تامین نمودن دسترسی به آبی توزه، سانیتاریه و گیگینا به واسطه خیلی و خیلی در نزد ما وظیفه های زیاد رو گذاشته شده است و البته با بابت پیشگیری نزاع‌ها اینچنین یا که با وجود آمدن این یا اون نزاع بین المللی از آب وابسته است اینچنین به هر حال ما باید به واسطه یک چیز رو قید کنیم که آب می تواند کمپوننت اساسی باشد و همچنین عنصری همکاری و مکالمه باید خدمت کند و امکانات برای امنیت و همزیستی و البته ما میگیم کانتکست گیدرو گیدروسولیدارنست یعنی و دیپلماتیا گیدرو دیپلماتیا باید در همیشه یعنی اصول های درست رو براه بریم بابت پیشگیری این یا اون کانفلیکت یا نزاع اینچنین ما باید به واسطه بابت دقت مخصوص بابت حالت کنونی کمبیزواتون باید به واسطه داشته باشیم و رشد کشورها به واسطه باید همین گونه برای مونده شود که با کشورهای رو به رشد و کشورهای کمبیزوات ما باید کمک زیادتر کمک نماییم در بابت مسائل جناب پرزیدنت در بابت مسائلی که به آب منسوب است البته این مسلم است که اصول هایی که تشبث هایی که به واسطه باید تطبیق گردند هر چه زودتر باید پیشنهاد شده تطبیق گردن و وظیفه ما این به واسطه مساعدت نمودن با به واسطه همچون فرزندان خدا ما باید در این جریان از دیگر باید دیگر دستگیری پیشنهاد نمویم و به واسطه سمگزور باشتیم بابت رشد همه جانبه از با استفاده از آب همچون ثروت بی‌بها تشکر برای توجهتون محترم جناب عالی محترم امام علی رحمان خانمان و جنابان پیش از همه من میخواستم بگم که در اینجا خیلی خیلی باعث خرسندی است در اینجا قرار داشتن چطوری که اکثر شما میدونی من در این منطقه خیلی زیاد من فعالیت نمودم تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه برای من همچون خانه دوم میباشند برای من باعث شرف است در اینجا اشتراک کردن و البته من به نهایت خرسند از آن هستم که امکانیت داشتم که در مسئله آب با جناب عالی محترم امام علی رحمان همکاری نمودیم و میتونم گویم که با جناب عالی محترم امام علی رحمان ما یک در سیمای اون کس یک سفیری یگانه رو میبینیم در بابت پیشبرد معروضه آب و آنی که تاجیکستان پیشه خود نموده است در بابت پیگیری از این مسائل این یک عهده‌داری تاجیکستان رو حکومت جمهوری تاجیکستان رو و هر یک که از نمایندگان اهالی جمهوری تاجیکستان رو نشان میدهد و بابت پیشگیری این بحران های مربوط به آب این چیزی خیلی مهم میباشد من دو چیز رو قید کردم آیا ما بابت چرا اندیشی نسبت پیشگیری بحران های مربوط به آب چرا اندیشی کافی تطبیق نمیده استادایم یا نه دستاوردها هستن لیکن کفایه نیست در منطقه سخرا و یک قسمت آسیا در سالهای پس از 2000 ما میتونیم بینیم که اونها دسترس مشکلی میکشن از دسترسی به آب تازه
در کشوری‌های زیاد این خیلی خیلی وسیع شده است این مشکلی. یعنی معنی آن رو دارد که همچون کلکتیف ما باید یک جویا بابت پیش بردی تطبیق یعنی معروضه پیگیر این معروضه باید همکاری کنیم. برای چی این رخ داده است؟ وقتی که ما تحلیل بزنیم بابت خراجات هایی که در بیوسته سطح آب سانیتاری و گیگینه صرف میگردد، میدونید در بطور میونه حکومت ها فقط 1.2% بودجه سالانه اشون را به سمت سکتور آب که صرف میکنند، که فرض کردیم برای ترانسپورت فرض کردیم سمت ترانسپورت زیادتر روانه میسازند بودجه های مالی رو. یعنی این نشون میدهد که بابت وقتی که ترتیب بودجه از طرف وزارت های مالی کشورها ترتیب داده میشود، اونها آب رو همچون افضلیت نمیبینند. وقتی که اگر که دولت ها اگر این گونه نظر نسبت به افضلیت گذاری، این گونه نظر نسبت به آب داشته باشند، ما به یگان دستاورد نمیرسیم. البته وقتی که به مبلغ گذاری دولتی از طرف تمام کشورهایی که در اینجا اشتراک دارن، همه باید قسمی این جریان باشند. و دویم نقطه که من میخواستم قید کنم، بابت خراجات های دولتی اگر که این گونه حالت دوام یابد، ما نمیتونیم امید به آن بندیم که به هدف رشد استوار رقم 6 میرسیم. و بابت فقط آب، من حاضر سانیتاری آب فقط گفتم میگذارم، من نسبت پیشگیری سیل و دیگر افات طبیعی نمیگم. بابت حکومت ها وقتی که اگر آب رو افضلیت زیادتر گذارن و مبلغ گذاری رو زیادتر نمان، این هم حتی کفایه نمی باشد. یعنی باید ما عهده‌داری زیادتر رو داشته باشیم بابت ترتیب تشکیل نمودنی یک تأسیس نمودنی اون نهادهایی که در سمت همگیرایی و هماهنگسازی فعالیت نهادهایی که در سکتور آب فعال می باشند، باید ما توجه به آن سازیم. یعنی زیادتر باید سرمایه اینچنین بخش خصوصی نیز جلب گردد. خیلی مهم باشد که ما باید در اینجا شریکی دولت و بخش خصوصی رو برامانیم. بانک جهانی این بانک شما می باشد. ما در اینجا برای چی قرار دانیم؟ ما باید با همه کشورها کار کنیم. ما می خواهیم در رابطه با اون پرتفل فعالیت هایی که ما داریم با زیادتر و سیتر فعالیت نماییم. و البته ما در همکاری با گروه بانک جهانی و دیگر تشکلات مالیوی بزرگ که در اینجا قرار دارن حرکت میکنیم که تمام اون برنامه های فوری که باید تطبیق گردن در آن سهمیزور باشیم. و البته امیدوارم که کنفرانس دوشنبه خیلی به طور باثمر انجام میابد. تشکر زیاد.